همه فلزات جریان الکتریکی رو به یک اندازه هدایت نمی کنن. خوب گوش کن به عنوان مثال در مورد فلز مس و آلومینیوم می توان گفت درجه هدایت الکتریکی مس از درجه هدایت الکتریکی آلومینیوم بیشتره این همون گذردهی الکترونه یعنی مس میتونه راحت تر الکترون ها رو عبور بده اوکی آلومینیوم جلوی الکترون ها رو داره میگیره داره مقاومت نشون میده لذا میتونیم بگیم مقاومت الکتریکی مس از آلمینیوم کمتره. اوکی خیلی خوب از این جان هدایت الکتریکی این جمله خیلی ها هدایت الکتریکی و مقاومت الکتریکی دو مفهوم مخالف یکدیگر هستند فلز با هدایت الکتریکی بیشتر دارای مقاومت الکتریکی کمتر و بالعکس یعنی فلز با هدایت الکتریکی کمتر دارای مقاومت الکتریکی بیشتریه بش دقت کن خیلی خوب بریم سراغ هدایت الکتریکی ویژه قبلا برای توضیح دادم گفتم آقا به میزان هدایت الکتریکی یک سیم از جنس مشخص مثلا مس مثلا آلومینیومه اگه طولش یک متر باشه و سطح مقطعش یه میلی متر مربع باشه من بیام هدایت الکتریکیشو اندازه گیری کنم به عددی که به دست میاد میگیم هدایت الکتریکی مخصوص یا ویژه مخصوص قشنگ تره اوکی واحدش چیه؟ دیمانسیونش چیه؟ بعدش چیه؟ بعد هدایت الکتریکی واحد هدایت الکتریکی متر بر اهم به میلیمتر اهم زب در میلیمتر مربعه با چی نشونش میدن؟ با کاپا اوکی عزیز جان میزان هدایت الکتریکی مس و آلومینیوم رو اینجا به ما داده گفته هدایت الکتریکی مس 56 هدایت الکتریکی آلومینیوم 35ه بزرگوار اینا رو نیاز نیست حفظ بکنی همه فلزات یه هدایت الکتریکی داره یه جدولی داره این جدول اگه تو بری سرچ بکنی در اینترنت دستت میاد ولی این دو تا عددم حفظ میتونی بکنی چرا چون عمدتا سیمایی که توی بازار ما باش کار میکنیم یا آلومینیومه یا مس یعنی دعوا سر این دوتا جنسه دیگه ما سیم از یه جنس دیگه خیلی کم اصلا شاید گیر نیاد من که باش کار نکردم عمدتا سیما از جنس آلومینیوم یا مس اوکی چون اصلا فلزات دیگه مغروم به صرفه نیست مثلا من ترموکوبله تایپ کا کار کردم که سیمش نه مسه نه آلومینیومه ولی سیمش سانتی خدا تو منه. تایپ اس بدتر میشه تایپ بی شرایط بدتر میشه فلز تشکیل دهندهش فلز تشکیل دهنده اون سیم گرون و گرونتر میشه دقت کردی لذا برای سیم کشی عادی نمیان از فلزات گرون قیمت استفاده بکنن که ها پس عمدتا تو برای سیم ها برای کابل ها یا در واقع جنس مس میبینی یا جنس بگو آلومینیوم میبینی این دو تا هدایت مخصوص رو حفظ بکن هدایت مخصوص آلومینیوم 35 هدایت مخصوص مس پنجاب و شیشه یعنی چی؟ یعنی مس هدایت بیشتری نسبت به آلمینیوم داره این نکته فوق العاده مهمه بهش دقت کن خیلی خوب بیا تو تصویر به میزان مقاومت الکتریکی داریم داریم راجع به مقاومت الکتریکی ویژه صحبت می‌کنیم دقیقاً برعکس هدایت الکتریکی ویژه به میزان مقاومت الکتریکی یک سیم از جنس مشخص به طول یک متر سطح مقطعه یه میلیمتر مربع میگیم مقاومت الکتریکی ویژه یا مخصوص مقاومت مخصوص قشنگتره جوندارتره اوکی بچه یه رابطه بین هدایت الکتریکی و مقاومت الکتریکی من کامل برات بازش کردم دقیقا برعکس همان کاپا میشه یک به رو رو میشه یک به کاپا اوکی خیلی خوب بیایم اینجا ای صرف یه صرف، یه سر ذره در واقع محاسبات انجام بدین یکم بکشیم بحثا تو ریاضی چون خیلی باحاله با توجه به فرمولی که بهش صحبت کردیم میزان مقاومت الکتریکی ویژه مس و آلمینیوم به قرار زیره یعنی چی؟ بیا اینجا رو بنویس بگو رو مسایس با یک به کاپا آه؟ یک تقسیم بر 56 و شیش میشه چی؟ میشه هدایت در واقع یک تقسیم بر پنجا و شیش یعنی یک به کاپا میشه رو یا مقاومت مخصوص مس اینها نگاه کن رو روی مس میشه یک به پنجا و شیش عددش هم این هستش میتونی حفظ نکنی تو اینترنت سرچ کنی میتونی هم همینجا محاسبه بکنی این عدد 56 و عدد 35 که مربوط به هدایت الکتریکی مس و آلومینیومه چون راحتتر حفظ کردنش بلافاصله فاصله میتونی توی ماشین حساب بزنی 1 به 56 مقاومت مخصوص مس به دست میاد بزنی 1 به 35 مقاومت مخصوص آلومینیوم به دست میاد اینا مقاومت مخصوص آلومینیوم اوکی چون این عددی حفظ کردنش سخته نیازی به حفظ کردنش نداری. دقت کرده. یه چند تا نکته اینجا گفتم خوب بهش دقت بکن البته عملی برای تست کردم و. هر چقدر رفیق عزیز داداش هر چقدر طول سیم بیشتر باشد مقاومت الکتریکی که ایجاد می شود بیشتر گفتم طول توی صورت کسره اوکی؟ هر چقدر سیم نازکتر باشد مقاومت الکتریکیش بیشتره خیلی جالبه ها یعنی هر چی سطح مقطعش کمتره مقاومتش بیشتره هر چی سطح مقطعش بیشتره مقاومتش کمتره این سیم زرده و سیم قرمزه را هیچ وقت از ذهنت بیرون ننداز اوکی بریم جلوتر اینجا این مطالب رو من یه بار تیتروار برات بخونم چون همه رو الان توضیح دادم هر چقدر طول سیم بیشتر باشد مقدار مقاومت الکتریکی بیشتر می شود هرچقدر سیم نازکتر باشد مقاومت الکتریکی بیشتر می شود هر چقدر سیم زخیم تر باشد جریان راحت تر عبور میکنه و مقاومت الکتریکی کمتره. اوکی میبینی همه اینا از چی داره میاد های فرادی میشه از کجا داره اینا رو میگی دقیقا بزرگوار از این فرمول اوکی من این فلش رو پاک بکنم دقیقا از این فرمول ببینی کامل تو رابطه مشخصه ها یعنی اصلا به هیچ عنوان تست قرار بود بزنی خواستی برای خودت یه چیزی رو حساب کتاب بکنی اصلا نیاز به حفظ نیست فقط بدون که آر میشه رو ال به آ اوکی. یا آر میشه ال به کاپا آ جفت این دوتا یکیه یک به رو میشه کاپا یا یک به کاپا میشه رو فرقی نمیکنه. پس هر چقدر ال بیشتر باشه آر بیشتره طول بیشتر باشه مقاومت بیشتره طول کمتر باشه مقاومت کمتره. برعکسش هر چقدر سطح مقطع کمتر باشه یعنی سیم نازکتر باشه مقاومت بیشتره هر چقدر سطح مقطع بیشتر باشه یعنی سیم ز... کلوفتر باشه اصطلاحاً قطورتر باشه مقاومت بگو کمتر این سیم قرمزه و سیم مشکیه رو باز تاکید میکنم تو ذهنت داشته باشه. خیلی مهمه <متحد>